به عنوان آخرین پایگاه اطلاعاتی، من پایگاه اطلاعاتی کتابخانه آنلاین وایلو رو انتخاب کردم که خدمتتون توضیح بدم. این کتابخانه یا پایگاه اطلاعاتی علمی امکان دسترسی به موضوعهای مختلفی مثل کشاورزی، هنر، تجارت، شیمی، اقتصاد، فناوری اطلاعات، کامپیوتر، پزشکی، پرستاری، ریاضیات، علوم زیستی، روانشناسی، دامپزشکی و موضوعات دیگری را فراهم کرده. برای اینکه به سایت دسترسی پیدا بکنم و ببینم آدرس سایت کتابخانه آنلاین وایلی به چه صورت هستش، میام و این عبارت رو توی گوگل جستجو میکنم. خب میام می‌نویسم وایلی آنلاین لایبرری و منتظر میشم جستجو انجام بگیره. همونطور که میبینیم اولین عبارت جستجو عبارت مورد نظر ما و سایت مورد نظر ما هستش که onlinelibrary.wiley.com قرار گرفته. در اینجا من کلیک میکنم تا وارد سایت بشم. صفحه ای که برای من باز میشه، قسمتی که برای من مشخص شده و مورد توجه قرار گرفته قسمت جستجوی این سایت هستش. خب مثل باقی پایگاه اطلاعاتی من میتونم کلید واژه یا هر عبارت دیگه ای رو توی این قسمت جستجو کنم. خب من میام از عبارت تومور استفاده میکنم. میخوام در مورد تومور یه سری مقالات رو برای من این سایت جستجو بکنم. خب همطور که میبینید صفحه جستجو به این صورت برای من باز شده که حدود 500 هزار نتیجه برای تومور پیدا کرده که 22 تاش در مورد پابلیکیشنز هستش و باقیش در مورد آرتیکل و چپترز هستش. مثل اکثر پایگاه اطلاعاتی، من سمت چپ مرورگرم، سمت چپ خود سایت، میتونم یه سری فیلترهایی را اعمال بکنم تا جستجوی من دقیق تر بشه. مثل نوع انتشاری که قرار گرفته برای مقاله که ژورنال باشه یا کتاب باشه، تاریخ اون رو تعیین بکنم به صورت بازه یا به صورت سال و یا ماه گذشته. مثلا بیام بگم ماه پیش باشه، 3 ماه پیش باشه، 6 ماه پیش باشه، برای پارسال باشه و غیره. و اینکه بتونم به تمام محتوای اون دسترسی داشته باشم، عنوان رو مشخص بکنم و غیره رو ما میتونیم اینجا داشته باشیم. برای اینکه بتونیم فیلترهای دقیق تری اعمال بکنیم مثل باقی پایگاه اطلاعاتی، باید به قسمت Advanced Search مراجعه بکنیم. اما نکته اینجاست که دقیقا Advanced Search الان کجا قرار داره. باید خدمت عرض بکنم که حتما باید روی عبارتی که جستجو کردید یک کلیک بکنه توی قسمت Search و همطور که مشاهده میکنید عبارت Advanced Search و Citation Search برای ما مشخص میشه. اما توی قسمت جستجوی پیشرفته و کلیک میکنم روی آن. باقی پایگاه اطلاعاتی که خدمتون گفتم با این پایگاه اطلاعاتی یکسان هست. نحوه ادوانسد سرچش دقیقا یه سری فیلدهایی داره که ما میتونیم مشخص بکنیم چه عبارتی رو جستجو بکنه توی پایگاه اطلاعاتی و اینکه در کجا این جستجو صورت بگیره، توی عنوان باشه، نویسنده باشه، چکیده باشه و غیره. ما میتونم با زدن به اضافه فیلدهای بیشتری رو اضافه بکنم. مکان انتشار اون رو، محل انتشار اون رو میتونم اینجا مشخص بکنم. تاریخ مد نظر رو هم میتونم اینجا بر اساس تاریخ از الان که چه مدت قبل این انتشار اتفاق افتاده و یا اینکه یک رنج و یک محدوده‌ای براش مشخص بکنم تا جستجو رو برای من انجام بده. خب جدایی از این، خب قسمت سایتیشن سرچ رو هم براتون توضیح بدم. این رو هم یه جای دیگه توی پایگاه اطلاعاتی دیگه ما داشتیم. اینجا میایم یه ژورنالی که مد نظرمون هست رو بر اساس سایتیشن اون مقاله‌ای که مد نظر داریم تا پیدا بشه رو وارد میکنم. از سال، والیوم، ایشو، پیج گرفته میتونم و اینها رو وارد کرده و جستجوی مورد نظر انجام بدم تا به نتیجه دلخواه برسم. خب من فعلا مقاله خاص مد نظرم نیست، سریع میرم و یک مقاله رندوم رو تصادفی رو انتخاب میکنم تا بتونیم نحوه رفرنس دهی رو خدمتتون آموزش بدم. من میام رو همین کلیک میکنم
مقاله ای که در مورد تومار هستش. بعد از کلیک صفحه توضیحاتی برای من باز میشه مثل باقی پایگاه های اطلاعاتی. فقط تنها تفاوتی که داره، ما معمولا توی باقی پایگاه اطلاعاتی دنبال عبارت مثل سایتیشن، دانلود سایتیشن، رفرنس میگشتیم، اما توی این سایت قسمت دانلود سایتیشن در زیر مجموعه تولز قرار گرفت. همطور که میام پایین تر نگاه کنم، این صفحه همیشه و همه جا همراه حرکت ما هستش و اگه دقت بکنم عبارت تولز رو هم ما اینجا میتونیم ببینیم. روش کلیک میکنم و از زیر شاخه ای که برای من اومده بزن اکسپورت سایتیشن رو میزنم. همطور که میبینیم صفحه جدیدی برای ما باز میشه که با پایین تر اومدن نوع دانلود سایتیشن رو میتونیم اینجا ببینیم و با انتخاب RIS و یا EndNote میتونیم به سایتیشن و رفرنس مربوطه دست پیدا کنم. من روی EndNote کلیک میکنم و روی دانلود کلیک میکنم. اینجا تایپ آف ایمپورت رو هم میگه به صورت مستقیم باشه یا به صورت غیر مستقیم، من رو همون حالت دیفالت قرار میدم. به دانلود کلیک میکنم تا صفحه دانلود باز بشه، سیو فایل رو میزنم و اوکی رو انجام میدم. راه دیگه هم برای سایتیشن کردن هستش، یعنی اینکه شما میتونید به جای ذخیره کردن اون که صفحه دانلود اومد میتونید اوپن وید رو بزنید و مستقیما با خود نرم افزار دانلود بکنم. من ترجیح میدم که دانلود اتفاق بیفته تا خود فایل رو هم به همون قسمتی که مد نظرم هست منتقل داده بشه، انتقال داده بشه. خب من مطمئن میشم که لایبرری من باز هستش، میام و باز میکنم سایتیشن رو مورد نظرم رو و همینطور که میبینیم مقاله مربوطه تمام اطلاعاتی که در زمینه رفرنس مورد نیاز هستش رو توسط چند کلیک ساده ما به نرم افزار اینوت کتابخونه مورد نظرمون انتقال دادیم.